راک که بخشای از دستگاه ماهور و راسمنجگاه رو به خودش اختصاص میده و شامل راک هندی، راک کشمیر، راک عبدالله و سفیر راک یا کرشمای راک یا نغمای راک و بعضی از ردیف ها هست، از لحاظ نام احتمال زیاد برمیگرده به راگاها. میدونیم که در دو دوره هندی ها با ایرانی ها مراودات فرهنگی داشتن، یکی در دوره ساسانیان و یکی در دوره نادرشاه. به نظر میرسه که این مجموعه با توجه به اینکه نام راک در موسیقی قدیم ایران مشاهده نمیشه، احتمال زیاد بعد از دوره نادرشاه افشار در موسیقی ایران به وجود اومده. راک ها از لحاظ حالت بسیار شبیه به موسیقی هندی هستند، اگرچه حالت و اسلوب موسیقی ایرانی رو در خودشون گرفتن و ما همواره در ردیف اگر یک بخش خیلی کمی از موسیقی نواحی یا مناطق مختلف دنیا برگرفتیم، اون رو کاملا ایرانی کردیم و با رنگ و بوی ایرانی تلطیف شده و با ذائقه ایرانی ها جور در میاد. خود راگا در لغت به معنی احساس و رنگ هست و در موسیقی به معنی سرود و لحن در هندی به کار رفته. راگاها گام های موسیقی هندی هستند که مثل دستگاه های موسیقی ایرانی هر کدوم شخصیت به خصوص خودشون رو دارن. بعضی از اونها موقع حرکت های بالا رونده به سمت زیر داره یک پرده بندی و در برگشت ممکن پرده بندی ها تغییر بکنه. از جمله گوشه هایی که به نظر میرسه از طریق همین مراودات با لولیان هندی در دوران ساسانی یا افشاری به وجود اومده، رامکلی رو هم میتونیم نام ببریم. اگرچه راک در موسیقی قدیم ایران دیده نمیشه، اما شبیه به اون تا حد زیادی میتونیم دایره سب رو نام ببریم که فواصلش شامل مجنب تنینی، مجنب تنینی، بقیه تنینی، تنینی هست. مثلا اگر ما از سل بخواییم در نظر بگیریم، سل و کرون، سی کرون، دو مجنب، تنینی مجنب، دو تا ره تنینی، ره تا می بمول بقیه، می بمول تا فا تنینی و فا تا سل تنینی، که اینجا تنها اختلاف نوت سی کرون هست که سی بکار میشه و این به دلیل اینه که در بسیار از رسالات قدیم فاصله تنینی بزرگتر تعریف نشده. اما میدونیم که در برخی از رسالات از ه به عنوان فاصله بیش بزرگ، دوم بیش بزرگ، مثلا لاکرون تا سی نام برده شده. درجه ششم ماهور، اگر ما ماهور دو میزنیم، درجه ششم که میشه لا در راک کرون میشه، رو به پرده بمتر میشه. و درجه سوم یا میانین یا میانی که می باشه، می بمول میشه، نیم پرده بمتر میشه، چون در بالا میدونستیم که می درجه سوم بکار هست و با بمول شدنش گوشه راک به وجود میاد. با این ترتیب ما میتونیم حرکت کنیم به بیات اصفهان و البته به سمت همایون هم میتونیم حرکتی داشته باشیم. شاهد راک معمولا نوت دو هست مثل اصفهان که یک اکتاو زیرتر از درآمده. درآمدهای راک در اوج هستند و در شروع به فاصله چهارم انتقال پیدا میکنند، مثل عراق که به این شکل بود، نیشابورک، درآمد چهارگاه، حرکت چهارم از سول به سمت دو داریم، یا همچنین درآمد مغلوب در سگاه یا در خود چهارگاه باز به همین شکل و یا در حصار هم باز ما یه همچین حالتی درآمد میکنیم. این گوشه که نامش راک هندی هست، احتمالاً با برگرفته از یک راگای هندی و تغییر یافته در موسیقی ایرانی شکل گرفته. دانگ هایی که در این قطعه استفاده میشه، دانگ ماهور دو، ره، می، فا، دانگ ماهور فا، سول، لا، سی بمول، دنگ چهارگاه سول لا کرون سی بکار دو و دنگ دشتی دو ری می بمول فا هست.